از ساعت 5:30 صبح شروع میشه این صدا تا ساعت 6 عصر و رسما هیچ کاری نمیشه کرد. سلام، چطورین؟ خوبین؟ توی این ویدیو با هم میخوایم در مورد تأثیر موزیک در انتقال حس صحبت کنیم. اینو همیشه یادمون باشه هر ویدیوی تبلیغاتی که ما میسازیم یک تم و یه سناریو خاص داره و انتخاب موزیک هم باید طبق همون سناریو و تم انتخاب بشه. یعنی ما نمیتونیم بیایم برای یک ویدیوی تبلیغاتی صنعتی از یه موزیک متال یا هیپ هاپ استفاده کنیم. موزیک رو طوری انتخاب میکنیم که با فضای ویدئومون کاملا مچ باشه و بتونه ما رو توی انتقال حساب مخاطب کمک کنه. حواسمون به نقاط افت و خیز موزیک باشه. یعنی یه جایی اگه موزیکمون داره اوج میگیره، جنس تصویرم به همون نسبت باید تغییر کنه و اوج بگیره. این نقاط افت و خیز موزیک و مچ کردن تصویر با اونا خیلی میتونه به جذابتر شدن ویدئومون کمک کنه. آها، شاید این سوال تو ذهنتون شکل بگیره که این نقاط افت و خیز موزیک رو من چجوری با تصویر مچ کنم؟ این ویدئو رو می‌بینین که دیگه اصلا جذابیت ویدئوی قبل رو نداره و نمیتونه اون حس کول بودن رو خیلی خوب به مخاطب منتقل کنه. پایان بندی موزیک خیلی مهمه. پیش اومده که یه موزیک انتخاب کردین که تایمش با تایم ویدئوتون مچ نیست. اومدی آخر موزیک رو چیکار کردی؟ تا جایی که لازم شده و استفاده شده رو یه کات زدی، آخرش افکت فید اضافه کردی، تموم شده رفته. این روش اصلاً جواب نیست. بذارین بهتون بگم پایان بندی موزیکتون رو چه جوری با تصویرتون مچ کنین. حالا فکر کنیم این موزیک انتخابی ماست، میذاریم پلیشه و یه جایی مثل اینجا قراره تموم شه. اینجا تو حالت طبیعی میایم اینجا رو یه کات میزنیم، اضافاتش رو حذف میکنیم و یه افکت فید به آخرش اضافه میکنیم و به این صورت موزیکمون رو تموم میکنیم که به نظر من اصلا جذاب نیست. حالا روشی که من میخوام بهتون بگم چیه؟ زوم میکنیم روی بیو موزیک، میبینیم که اینجا لوپ تموم میشه و از این قسمت دوباره لوپمون شروع میشه. ما این قسمت یک کات ایجاد میکنیم، اینو نستش میکنیم، دوتا کلیپ این نست میزنیم، یه دونه لایه از این قسمت کپی میکنیم، اون لاین رو میوت میکنیم و مدت زمان اون لاینی که میوت شده رو زیاد میکنیم. حالا کلیدهای شیفت و عدد 6 رو همزمان با هم فشار میدیم و این پنل آدیو میکسر برای ما باز میشه. دقت کنین این لاینی که موزیک میوت نیست لاین ایوانه. اینجا به ترتیب این لاین میشه ایوان، A2، A3. روی لاین ایوان روی این قسمت کلیک میکنیم، میریم ریورب و استودیو ریورب رو ایجاد میکنیم، روش دوتا کلیک میکنیم و میایم بخش دیکی رو مقدارش رو میکنیم 60,000 یا 57,000. خب میایم به بخش اصلی استو تایمش رو بیشتر میکنیم و میذاریم دوباره پلیش. چقدر بهتر شد. و آخرش هم میایم یه دونه فید اضافه میکنیم. کاتایی که میزنیم روی سرضرب موزیکمون باشه. برای
روی کلید میانبر کلیک میکنیم. بعضی وقتا واسه مشق کردن موزیک با تصویر لازمه که ایدت رو سر تصویربرداری پیاده سازی کنی. من خودم این ویدیو رو خیلی خیلی دوست دارم به این خاطر که حرکت دوربین با عکس کسی که داره گیتار میزنه یعنی ماهان و نقطه اوج گرفتن موزیک اینا همه با هم مت شدن و خروجیش یه تصویر خیلی خیلی خوب شد. البته از نظر من چقدر از کارم تعریف کردم، درست نیست اینقدر از کارت تعریف کنی. و نکته آخر این ویدیو اینه که هیچ وقت تو ویدیوهایی که جنسشون مصاحبه طوره یا یه نفر داره یه چیزی رو توضیح میده از موزیکایی که وکال دارن استفاده نکنید، به خاطر اینکه اون طرف داره صحبت میکنه از این ور موزیک یه نفر داره از خواننده یه چیزی رو میخونه، این صداها با هم قاطی پاتی میشه و میره رو مخ مخاطبتون. این اسکیاب داره قطر تیغه 83 میلیمتر و تنظیم میکرومتریش برای تمام کاخ آب و مصارف بالا هست. داره دو فن، یکی برای تیغه و یکی برای موتور. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید، امیدوارم که براتون مفید باشه. اگه تونستین این ویدیو رو به اشتراک بذارین خیلی به من کمک میکنه. خیلی مخلصیم، فدای شما، خدافظ.